سلام و وقتتان بخیر بین های تلویزیون آریانا امید میبریم در هر کجای افغانستان و کشورهای جهان که هستین در کانون گرم خانواده هایتان نشسته و لباس آفیت برتن داشته باشید روز گذشته انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سراسر سر افغانستان برگزار شد اما خوشبختانه که نسبت به انتخابات های گذشته این انتخابات ما تا حدود زیاد مسالمت ها میز پیش رفت و وضعیت امنیتی هم خیلی خوب بود این را تبریک میگیم بر تمام ملت افغانستان ما امیل ازا به دفتر کاری یکی از بانوان خبرنگار آمدیم میخوایم امرایشان در رابطه به ای که انتخابات روز گذشته یا سال روان چه گونه بود امرویشان صحبت بکنیم سلام صحبتان بخیر بسیار زد تشکر سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز برنامه ایتان و سلام صبح بخیر دارم برای تمام مردم افغانستان و به ویژه نیروهای قهرمان امنیتی ما که توانستند دیروز امنیت مردم افغانستان را در انتخابات خوب تامین بکنند. بسیار تشکر. می خواهیم نام شما را بگیم. بانو فاطمه روشنیان، یکی از خبرنگاران جوان و فعال که از چند سال بدین سو در عرصه مطبوعات مصروف فعالیت هستند. بانو روشنیان، منحیث یک جوان شما رفتین دیروز رایتان را ریختین که حق فردیتان بود وضعیت جوانان را چگونه بررسی میکنین که تعداد زیاد جوانان دیروز رفتن رای دادن و یا حضور جوانان کمرنگتر نسبت به انتخابات گذشته بود متاسفانه باید بگویم که انتخابات دیروز با وجود تهدیدها و مشکلاتی که در انتخابات های گذشته به بار آورده بود و یک سری بی بیعتماده هایی را که مردم نسبت به انتخابات داشتند و ای که رای زنا حساب نمیشن و یا تقلب صورت میگیره یه قسمت و یا تاثیرگذار نیستن متاسفانه با وجود از او و با وجود گفتگوهای های اخیر صلح در افغانستان با اون هم انتخابات افغانستان برگزار شد باید بگویم که دور مردم بندازه که در انتخابات های گذشته ایره که در 2014 و یا حداقل در سال گذشته در انتخابات پارلمانی ما شاهدش بودیم حضور مردم نسبت به انتخابات انتخابات کم رنگ تر بود و دلیل از این هم ایره میتونیم بگوییم که شما شاهد هستین که در انتخابات سال 2014 و یا حداقل در انتخابات پارلمانی سال گذشته به چی میزان نابسامانه ها وجود داشت حداقل نمونه بسیار بارزش هم میتونه بگیم این انتخابات سال گذشته که مردم با چه شور و شوق بعد از سالهای بسیار دیر در انتخابات شرکت کردن اما نتیجه آرای از اون چیزی که مردم انتظارش داشتن و ما انتظارش داشتیم متاسفانه که نبود و شما بیشتر شاید نابسامانه ها و مشکلات در انتخابات بودین از این رو گفتم میتونیم که انتخاباتی که دیروز شش میزان برگزار شد با تمام چالش هایی را که وجود داشت و تهدیدات امنیتی حضور مردم به اندازه ای که توقع می رفت متاسفانه که نبود و این دلیلش همون ها امنی ها میتونه باشه یعنی که در 2014 یا پیش از 2014 انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی افغانستان که برگزار شد مردم افغانستان در روز زمان نسبت به روز گذشته با شور و شوق رفتند پای صندوق‌های رایدهی رای دادن حتی انگشتانشان هم بریده شد پس از او دیدن که اصلا نتیجه ای نداشت انتخابات و یک کس دیگه آمد کس را انتخاب کرد یعنی ارزش رای از اونا اونجا ارزش گذاشته شد به می دلیل که روز گذشته حضور مردم کمرنگتر پای صندوق رای دیده می شد. دقیقا ما دیروز تقریبا از صبح ده هفت سایتی که در امو ناحیه ما بود ما رفتم و بسیار حضور مردم بر من امید کننده بود ما یک از سایت ها دیروز ساعت دو بجه که یک دوستای ما رفتیم و او میخواست رای بتده اونجا و هیچ کسی دیده نمیشد یعنی به او قسمی که ما در 2014 شایدش بودیم یا حداقل در انتخابات پارلمانی سال گذاشته ما شایدش بودیم متاسفانه که حضور مردم بسیار کمرنگ بود و این اونمو بیت مادیره و نتیجه آرای تقلبی که در سال 2014 بود و پارسال که یک پارلمانی من فکر می که بر اثر انتخابات انتخاب انتصاب به وجود آمد نه انتخابات از لحاظ گفتم می که مردم بی باور بودن به انتخابات و تحت امنیتی هم یک از چالش هایی بود که اعتماد نکردن که برند سایت های رای دهی. ولی با اون هم خوشبختانه که روز نیروهای امنیتی افغانستان و کمیسیون مستقل انتخابات این بار توانستند که نسبت به انتخابات پارلمانی کمی بهتر عمل بکنه در قسمت بله حضور زنا چگونه بود یک از بحث که بر من خیلی جالب بود و دلیل رفتنم در چندین تا سایت دیروز ای بود که من حضور زنان را در انتخابات بررسی بکنم و حداقل اندک زنان را که در ام این شرکت میکنن دلایل از اونها رو مپرسان بکنم که شما به چی دلیل آمدن در انتخابات رای میتین و به چی دلیل اشتراک کردین از لحاظ گفتم میتونیم که متاسفانه به مو میزانه که حضور زنان حضور جوانان و دیگر آقایان کم رنگ بود از او کرده کمتر، کم رنگ تر حضور زنان در سایت های رای دیگه دیدم متاسف بله گفتم که بیست و هفت میزان فکر میکنم نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام میشه از طرف کمیسیون مستقل انتخابات شما چقدر باورمند هستین؟ البته من شخصا دیروز ممکن تعداد بر اساس آن و جریان های سیاسی که بودن رفتن رای دادن تعداد هم به خاطر آینده بهتر و تأمین صلح در افغانستان که یک از او کسایی که به خاطر آینده باثبات افغانستان به با پای صندوق های رای رفتم و خانواده ما تشویق کردم و در دیروز تقریبا ساعت سه و نیم بجه بود که در حال پایان یافتن زمان رای دهی ده بود که ما مادر ما گرفته رفتم در سایت رای و رای دادیم و ما با این امید رفتیم پای صندوق های رای که حداقل بتانیم کسی را انتخاب بکنیم یا بین جریان و به نظام جمهوریت در افغانستان ما رای دادیم و به با یک بار دیگر به با تفکر طالبانی و امارت نگفتیم با رفتن ما در پای صندوق های رای و امید ما به آرزوی ما ای است که انتخابات ای دور و کسایی که در این دور رای می باید اون تصمیم مردم احترام بگذارن خاطر از اینکه افغانستان یک بار دیگر آماده رفتن به بحران نیست یک بار دیگر نمیتونه که ناامنی ها و مشکلاتی که ما در طول سالهای گذشته شاهد از بودیم یک بار دیگر ما نمیخوایم که دوباره اون مشکلات و اون اتفاقات را یک بار دیگر تجربه بکنیم از لحاظ به عنوان یک جوان افغانستانی به عنوان یک کسی که من افغانستان را دوست دارم و دینم اینجا میخوایم کار بکنم اینم اینجا بر من خوب و بد افغانستان بر من اهمیت بسیار بالایی داره از لحاظ من آرزوی من هست امیدوار انتظار ای است که نتیجه آرای مردم را بپذیرن و احترام بگذارن به انتخاب مردم و حداقل ما برای یک برای یک بار دیگه هم که شده کسایی که رئیس جمهوری کاندیدا بودن اونا باید به خاطر منافع ملی مردم افغانستان و به خاطر پیشرفت و توسعه این کشور فکر بکنه نه به خاطر منافع شخصیش پس شما باورمند هستین که کمیسیون مستقل انتخابات در وقتی که گفته زمان را که تعیین کرده به خاطر اعلام نتایج ابتدایی اعلام میکنه البته ما متاسفانه باید بگویم که ای کاش تنها تصمیمی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قابل قبول می بود و حداقل اونا تاثیرگذاری خودشان را می داشتن. با وجود تمام چالش ها و مشکلاتی که ما در گذشته شاهد از او بودیم و دست های دخیل از بیرون از داخل نتیجه آرا را به نفع یک نفر دیگر تغییر می متاسفانه که ام ای خیلی ناامید کننده هست اما با اون هم یک ذره امیدواری هایی را وجود داره حداقل ما با عنوان یک به جوان فعال افغانستانی امیدوار هستم و با امی امیدواری و برای آینده بهتر افغانستان ما دیروز با وجود تمام مشکلات امنیتی که وجود داشت خانواده ما گرفته رفته به پای صندوق های رای رفتم و مثل ما هزاران جوان دیگه هزاران فرد دیگه ای که شما اگر در فضای مجاز متوجه شده باشین بسیار خانم‌ها و آقایانی که یک بار در 2014 انگشتایشان بریده داشته بودن بسیار با وضعیت بدی که اونها حتی توان راه رفتن رو نداشتن ولی اونا آمدن در انتخابات شرکت کردند. و جوانان رو که برای اولین بار اونها دستین قانونی رای دادن رسیده بودن و اینا بسیار با شور اما با شور علاقه آمدن اشتراک کردن من فکر نمیکنم که اکثریت از اونها کدام جریان بوده باشه اکثریت از اونها که دیروز آمدن رای دادن اونها کنم وعده و وعید از طرف کاندیدا مشخصا دریافت کرده باشه ولی اونها فقط با این امیدواری را که بتانان اینمی افغانستان را به سوی صلح و ثبات ببره و ما یک آینده بهتر را برای جوان و برای نسل جدید افغانستان داشته باشیم آمدن رای دادن از این لحاظ ما امیدوار هستیم که کاندیدای محترم ریاست جمهوری نت به نتیجه آرای مردم و به تصمیم مردم احترام بگذارن و اگر اونا اگر کسی در افغانستان ما فکر میکنم که آرزوی خدمت به ای وطن را داشته باشن نه تنها از کرسی ریاست جمهوری بلکه از بخش‌های بسیار زیادی برای افغانستان و برای از کشور خدمت بکنند بسیار شکر یک سال دیگر میخوایم بپرسم از شما در این اواخر آخر خصوصا روزای اخیر که انتخابات نزدیک میشد یعنی دوره سکوت نزدیک میشد در قره و قصبات افغانستان ویدیوهای خورد و ریزه ساختند به هر کاندید القاب مختلف استفاده میکردند میخوایم از شما بپرسم در کل تعداد زیاد مردم افغانستان که آمدن رای دادن به چند کتگوری شما تقسیم میکنین یعنی تمام مردم شما شاید به با می باور باشین که هدفشان این نبوده که یک فرد که واقعا خدمت میکنه بر افغانستان برای او باید رای خود استفاده بکنیم یک تعداد شاید به اساس قوم این تو موضوعات میخوایم میره شما به چند کتگوری تقسیم بکنین؟ ما باید بگویم که البته شخصا ما پیشترم عرض کردم که ممکن خیلی ها به انگیزه های مختلفی دیروز پای صندوق های رای رفته باشن ما دیروز از, از ولایت خودم از ولایت دایکندی تماس که با دوستا و برادرم در اونجا هست داشتیم اونا از, از محلی که اونا خانهشان هست و تا محل رایدهی دو نیم ساعت پیاده راه هستن و اینا همراه زن و خانواده و فرزندشان از قریه و قریه دیگه به خاطر رای دادن رفته بود و من مطمئن هستم که اونا اون ما امکانات تلویزیون و رسانه ها و اینترنت و ای چیزا را ندارن که دمی فضای سیاسی افغانستان شریک باشه و بدانه که چی به چی هست ولی اونا باورمند به نیمه دموکراسی نمبند در افغانستان هست اونا باورمن به که, که دوره طالبان و جنگ در افغانستان همه ما شما تجربه کرده. ممکن ما شما نسل پسانتر باشه گذشته ما همگی تجربه کردن متاسفانه از لحاظ ما میخوایم شخصا بدید ما فکر میکنم که میتونیم اشتراک کنندگان دیروز در انتخابات را به سه کاتگوری مشخص تقسیم بکنیم یکی که به خاطر در جریان سیاسی که بودن یا به خاطر وعده و وحید و موضوعات دیگه ای را که دارن رفتن پای صندوقهای رای و, و دیگرها آره را هم تشویق کردن و یک قسمت دیگه هم ممکن به خاطر موضوعات قومی و یکی یک نفر به عنوان معاون در اکتکت انتخاباتی بوده یا بر اساس از این موضوعات رفته باشه در انتخابات شرکت کرده باشه ولی یک کاتگوری کلان را که رای پاک و نمیدانم منظورمی که یک تعداد از جوانان و زنان و مردان افغانستان بدون در نظر داشت قومیت بدون در نظر داشت که بر از اونها شخصا چه امتیاز را در نظر می گیرن رفتن به پای صندوق رای و یکی از جمله کسایی که بدون در نظر داشت قومیت و موضوعات دیگه رفتن به پای صندوق رای ما بودم و ما خواهرای ما بودن و ما به این تصمیم رسیدیم و تصمیم ما کاملا آگاهانه بود که ما برای آینده با ثبات افغانستان رای میتیم و برای ما این مهم است که یک شخصی در رأس حکومت افغانستان قرار بگیره که حداقل ملیاندیش باشه حداقل نمی نابسامانه های نمی شکاف های قومی که به وجود آمده این می اتفاقات و ناامنی هایی که در طول پنج سال گذشته ما شاهدش بودیم به وجود آمده باید به با، با این نمی یک نقطه پایان بگذاره و افغانستان را به یک سمت شکوفایی و توسعه ببره و حداقل امیدواری در دل, دل جوانان افغانستان به وجود بیاره که شما شاهد که اگر جوانان ما به احتیاط دوچار میشن جوانان ما مهاجرت میکنن میرن در تمی طوفان و دریاهای کشورهای دیگه میشه و از لحاظ دیگر بی میزان بیکاری بیداد میکنن و همه با نظر داشتی همه از مشکلات و چالش هایی که وجود داره ما یک بار دیگر تصمیم ما آگاهانه بود و تصمیم گرفتیم که بینی موضوعات ما باید نکته پایان بگذاریم و کسی را انتخاب بکنیم که او واقعا دلسوزی داشته باشه و این موضوعات محور توجهشان باشه بسیار تشکر شما از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنید بله از رسانه‌های اجتماعی استفاده بدون شک چیزی که خیلی زیاد مردم حال استفاده میکنن فیسبوک فیسبوک و اینستاگرام است اردوشه دارید؟ بله فیسبوک و اینستاگرام در رابطه با کدام تیکت انتخاباتی چیز نوشتن من حیث در حال خبرنگار هستم ما باید بگویم که یک روزنامه نگار بیطرف هستم و کاملا اوضاع و احوال سیاسی افغانستان را من مطالعه میکنم و میدونم و میفهمم که به عنوان یک فرد به عنوان یک شهروند کی میتونه بر اساس همو برداشت ها و مطالعه که از بکگراند کاری و موضوعاتشون میتونیم داشته باشیم در مورد کدامشان چیز نوشتین طرفداری خود را اعلام کردین نه خیر نه من کاملا در انتخابات بی بودم و با... پس هدف اینجاست که یک تعداد ها رفتن با القاب مختلف یک تعداد از تک انتخاباتی را <متصفان> خواستن که مشهور شوند و یا طرفداری خود را اعلام بکنید فکر میکنین چقدر خلاف کار رسانه ای و روزنامه نگاری است؟ من متاسفانه با توجه به موضوعات برجسته حزبی و قومی و ای که تو باید یک جریان باشه تا بتانی کنم نان خوردن خود پیدا بکنی حداقل حد یک شامل وظیفه شای متاسفانه نه تنها که خبرنگار بلکه بسیار از افرادی که باید بیطرف باشن و از این پروسه بیطرفانه باید حمایت بکنن متاسفانه بیطرف نماندن و حتما به جریان فارغ خاطر از اینکه اون آینده شان رو فکر میکنن دینم قالب فکر میکنن که آینده ما دینم قالب تضمین میشه اگر ما در کدام جریان نپیوندیم آینده ای نداریم پس اگر یک خبرنگار طرفداری از یک تکت انتخاباتی کرده و یا وابسته میسازه خود به یک تکت انتخاباتی پس کارای رسانه‌ای یا یک خبرنگار درست بوده میتونه فکر میکنین بدون شک که نه خیر خبرنگار باید بیطرف باشه و شما یکی از اصل‌های خبرنگاری بی‌طرفی هست که ما میتونیم فقط وقایع رو بدون جانبداری از کسی انعکاس بدیم و چیزی که واقعیت ها در جامعه افغانستانی هست ولی دلیلی که ما گفتم ممکن بعضی از خبرنگارا میرن به ای تکت ها یا به جریانات میپیونده خب دلیلی که اونا آیندهشون را در افغانستان تضمین کرده نه. میخورن خب بدون شک وقتی که آبونان در کار نباشه خب مطمئنا هیچ کسی به جانبداری از کسی نمیرن ولی من میگم که من خود من خودم شخصا بدون جانبداری از جریان مشخص انتخاباتی بعضی تنزا رو می نوشتم یا بعضی موضوعات را که در اتفاقاتی که در گذشته بودن در قالب تنز در صفحه فیسبوک می نوشتم و به هر حال بحث دیگه ای است که ما امیدوار به یک آینده با در افغانستان هستیم بانو فاطمه روشنیان روزنامه‌نگار یک دنیا تشکر از شما سلامت باشین روزتان خوش ممنون بیننده های خوب تلویزیون آریانا از شما همچنان تشکر می کنیم که تایل از بیننده گزارش ما به گونه کامل زنده از منطقه گلای دواخانه شهر کابل بودین حال هم شما و استودیوی صبح زندگی تلویزیون آریانا تشکر از که تایل از بیننده گزارش بودین اگر می خواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلک بکنین و اگر می گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلک بکنین و اگر می با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب